این هفته با اتومبیلم رفتم به شهرم و با اتومبیلم برگشتم. بنابراین حدود 13 ساعت فرصت داشتم و در این فرصت انسان و عشق شما رو شنیدم. نه تنها صحبت های شخص جنابالی رو، بلکه صحبت های سایر دوستان متخصصی رو که دعوت کرده بودید و هر کدوم هم صحبت میکردن، برای اینکه امروز در برنامه ای که با شما هستم حداقل جنبه های مختلفش رو بتونم مطرح کنم و ببینم سوالات خودم رو در این رابطه پاسخ بدم. و البته هیچ وقت فکر نمی کنم شما به دلیل اینکه نتونید به سوالی پاسخ بدید به جایی نرید، چون در این عرصه شما حریف هستید و حریف قدری هم هستید. در اون مجموعه سخنرانی ها که انجام شد، بعضی از سخنرانی ها بینندگان عزیز اشاره میکنم به مجموعه ای که چند سال پیش آقای دکتر هراکویی به همراه عده‌ای از متخصصین در یکی از سمینارهای بنیاد مهرگان برگزار کردند در زمینه مسئله انسان و عشق. عنوانش این هست. البته من یه تصحیح بکنم، نه این به بنیاد مهرگان ارتباطی نداشت. نه ما دو تا جلسه که داشتیم، یکی آزادی بود یکی عدالت بود. این چیزی بود که مرکز بهزیستی بیولوژی در لس آنجلس هم داشتیم. ولی مهم نیست، البته فقط محض اطلاع. خیلی متشکرم. نفعش میکنم. بعد مطرح کرده بودن و متخصصان مختلفی به انسان و عشق از نگاه فرهنگی، ادبی و پزشکی، روانشناسی، عرفانی نگاه کردن. توصیه میکنم که اگر فرصت دارید و دنبال این مباحث هستید، اینها رو حتما تهیه کنید و گوش کنید. یکی از صحبتهایی که در اون جلسه کردند، حقیقت چه بخواید من رو به وحشت انداخت، صحبتهای خانم دکتر متخصص مغز و اعصابی بود به نام سرکار خانم دکتر مریم بیگی. و همینطور که گوش می کردم متوجه شدم که این حرفایی که تمام این شاعران ما در طول این سالها زدن، بدون توجه به این بوده که وقتی عاشق میشید آدرنالینتون چقدر ترشح میشه. اون یکی اسمش هم نمیتونم درست بگم، آکسیتوسینتون، بله، اینا چقدر ترشح میشه، بالا و پایین میره. خب اگه اینا رو به آگاهی داشته باشیم و بخوایم وارد رابطه های خودمون بکنیم، اصلا چهره عشق دگرگون میشه. یعنی اگر آدرنالین نقش داشته باشه در داغ کردن موضوع، قاعدتا لیلی و مجنون که با هم رابطه بخوام برقرار کنن، لیلی باید از مجنون بخواد که یه مقدار آدرنالین تزریق کنه یا برعکسش اون چیز دیگه بخواد. آقای دکتر، خیلی عشق رو بیریخ میکنه. خب شما برید عشق بیریخت شده رو خوشگلش کنید، من چه کار کنم؟ نه ببینید جناب فروزنده عزیز، البته صحبت جلسه قبل یه جای دیگری بود، هستن موضوعی نیست، هر جور دلتون میخواد. ببینید جان فروزنده، انسان تفاوتش با بقیه موجودات در مغزشه. تفاوت من و شما هم در مغزمونه، جای دیگر هم خبری نیست. در تحلیل نهایی اینکه شما فارسی بلدید و پیانو میزنید و رانندگی بلدید هیچ جا نیست جز در مغز شما. بنابراین در آخر همه این موضوع ها برمیگرده به سلولای مغزی و بیوشیمیایی مغز یا فعالیت های دیگر مغز، از الکتریکی گرفته یا مغناطیسی یا هر پدیده دیگری. بنابراین همه چیز رو میشه در تحلیل نهایی به اونجا داد، درست مثل یه نقاشی که آخر کار شما میتونید ببریدش به رنگ، حتی میتونید ببریدش به اتم، حتی میتونید ببریدش به فرض بفرمایید الکترون. ولی این تغییری در ملاک به اصطلاح مقایسه من و شما نمیکنه. مطلبی که خانم دکتر مریم بیگی به عنوان یه نورولوژیست و به درستی بیان کردن این است که ماجرای عشق و علاقه، مثل خشم، مثل ترس، مثل شادی، همه اینا به راحتی در مغز دگرگونی های رو موجب میشه، تغییرات مختلف متفاوتی رو به وجود میاره و بنابراین میشه شما لذتی که از دیدن فرزندتون میبرید، خوشحالی که از فهم یه موضوعی به دست میارید، آخر کار همه اینا رو تحلیل کرد به تغییرات بیوشیمیایی مغز. و به همین جهته که یه روزی میرسه که فکر میکنم اینم خدمتون عرض کردم،
که دیگه نه بحث روانشناسی مطرحه، نه بحث روانپزشکی، حتی همه چیز در آخر کار تحلیل نورولوژی و مغزی خواهد داشت. و امروز هم میشه با تغییراتی در اون مغز دگرگونی های اساسی و بنیادی را در انسان به وجود آورد که جراحی نمونشه، دارو درمانی نمونشه، نورو فیدبک مورد دیگری است، و یا حتی استفاده من شما از یه چای و قهوه که دگرگونی هایی رو، یا مشروب که تغییراتی رو در مغز به وجود میاره، و بنابراین نگاهی که من شما میکنیم به صورت دیگه در میاد. بنابراین شما میتونید یک پرنده رو یا یه لبخند یک کودک رو به زمینه شیمیاییش یا فیزیکیش یا مکانیکیش تقلیل بدید و از اون دید بهش نگاه کنید. حالا اینکه صورت زیبای عشق رو به نظر شما با بردنش به مغز نازیبا کردن، من نمیخوام بگم برداشت و دریافت درستیه یا نه، ولی به هر حال تبدیل یه چیز به یه چیز دیگری است، همونطور که شیرینی یه تبدیل یه چیزیست به چیز دیگری، و یا غم یه دگرگونی است در مغز از یه مرحله سلولی به مرحله دیگر. برگردیم سر بحثی که ادامه میدادیم در هفته گذشته، در چهار هفته قبل، در مورد روابط جنسی قبل از ازدواج. این عده زیادی با من تماس گرفتن از طریق تلفن، ایمیل و تکس، و معترض بودن به صحبت‌های شما. البته حالا نه، اشکالی نداره، نه 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 بس اشکال نداره، شما با این آشنا هستید. ولی آقای دکتر، من هنوز سر حرفم هستم. آخه توجیهی که شما میکنید ریشه های مذهبی داره. نه، اذیتم نکنید جناب فروزنده خوب و عزیز. نرید ببینید، حالا دیگه شما رفتید سراغ انگیزه و هدف و عرض کنم. نه نه، من انگیزه شما نمیگم. نه، ولی آدم اصلا های... اصلا بحث مذهبی نیست. اتفاق مذهب بذاری راحتتون کنم. هیچ کدوم از مذاهب به اندازه سر سوزنی از این حرفا نزد. پس بنابراین در مورد رابطه ابدا اصلا معنی نداره. اگر یه چیزی رو من کردن و نکردن، اونم خارج و داخل، برای اصلا اینا هیچ کدوم روشن نیست به این صورت. حالا شما ماجرای ازدواج رو میفرمایید، ماجرای ارتباط جنسی با بردگان رو چی میگی؟ صیغه رو چی میگی؟ نه، اینا گفتگوهای درست نیست. بذارید من یه مسئله رو با هم تفکیک کنیم، شاید مشکل حل بشه. من و شما به عنوان یه انسان یک نیاز و به عنوان یک کشش و درایو، سکچوال درایوی داریم که از همه نیروهای طبیعی وجود ما به نظر میرسه قوی تر و نیرومند داریم. و این همونطور که شما به درستی اشاره کردید احتیاج به ارضا داریم. پس در این باره بحثی نیست. حالا موضوع عشق یه موضوع دیگریست، به این معنا که میان دو تا انسان به دلیل انسان بودنشون و بعد به دلیل زمینه‌های جنسی مربوط به زن و مرد بودنشون یه مسیری طی میشه برای ایجاد یه ارتباطی که در جلسات قبل عرض کردم ویژه است، استثنایی است و منحصر به فرد، و دگرگونی های او آنچنانه که اتفاقا در همین گفتگوی خانم دکتر بیگی هم آمده که در مغز تغییراتی رو به وجود میاره که شبیه مصرف کوکائین به عنوان یه ماده مخدر. پس بنابراین من و شما یه حس و احساس و یه هیجانی داریم به عنوان عشق، و در این حال یه موضوع نیاز جسمی و جنسی داریم که در خصوص انسان هاست. عرض و بحث من اینه که از اونجایی که مسیر رشد عشق که فرمودید اون سیدی یا دیویدی رو شنیدید یا سیدی رو شنیدید از یه مراحل اونجا دوازده گانه یا نه گانه میگذره، عشق قراره یه مسیر رو طی کنه تا من شما رو به اونجا برسونه. درست مانند آدمی که باید بره دبستان و دبیرستان و دانشگاه بزنه تا پزشک بشه، حالا بره جراح بشه. این یک مسئله است. اون مسیر به نظر من مهمه، همونطور که شما هم اونقدر بهش اهمیت میدید. عشق موضوع بسیار مهمی است، شاید یکی از حقیقی ترین پدیده های خلقت باشه. حالا چه بحث فلسفی بکنید، چه مذهبی، چه علمی، درش تردید نیست. عرض من اینه که این مسیر عشق با آمدن رابطه جنسی
متوقف میشه یا منحرف میشه. بحث اینه. بنده نگفتم آدم ها رابطه جنسی داشته باشن یا نداشته باشن. صحبت این است که روزی که شما خواستید در یه مسیری حرکت کنید، باید یه اصولی رو در اونجا رعایت کنید. گفتگو این است که وقتی در مراحل فرض کنید 9 گانه یا 12 گانه عشق، که فرض کنید مرحله اتنشن توجه، بعد اترکشن جلب، بعد اتچمنت چسبیدن، بعد فرض کنید که کانکشن وصل، بعد مرحله پنجم که دیتچمنت یعنی جدایی است، بعد ری اتچمنت برگشت، بعد مرحله هفتمش اکسپنشن یا اوپننس که در حقیقت اون گسترش است و به نوعی در هم آمیختنه، بعد مرحله اتفاقاً کانترکشنشه و بالاخره رزولوشن. یعنی وقتی شما این مسیر رو میشناسید، حرف این است که رابطه جنسی رشد رو متوقف میکنه و منحرف میکنه. اگر کسی به من بگه نه، اونو میشه بحث کرد. نتیجتاً عرض من این است که من با اینکه مردم با هم رابطه جنسی داشته باشن نداشته باشن به من مربوط نیست، حرف و بحثی هم ندارم. ولی عرض من این است که اگر شما میخواید در یه رابطه ای طی یه مدتی که کمتر از 6 ماه 9 ماه نمیشه به عشق برسید، بهتر رابطه جنسی اینجا نقشی نداشته باشه و موجب انحراف نشه. همین و همین. فعلا بحث من به اینجا نبوده که مردم با هم رابطه جنسی داشته باشه یا نداشته باشه، من کی هستم که همچی حرفی بزنم. عرض من این است که شما اگر میخواید پزشکی بشید که در امریکا اجازه کار داشته باشید، بهتره دانشکده رو طی کنید، از راه دیگری نری و خودتون نه یا جراحی های این وسط ها بکنید، برای که بعدا بهتون اجازه کار نمیدن. صحبت در این حده. نتیجتا گفتگوی من اونجا با شما و اصولا در همون سی دی و یا در گفتگوهای دیگه این است که بنده نه بحث مذهبی دارم، نه بحث اخلاقی دارم، نه بحث اجتماعی دارم، هیچ کدام. عرض من این است که اگر این فرض رو شما نپذیرید، بگید نه عشق میتونه مراحل خودش رو، اگر بپذیرید که اصلا عشق یه پروسه هست، یه فراینده و میتونه مراحل خودش رو طی کنه، رابطه جنسی هم کنارش باشه، اون موقع من میتونم به شما نشون بدم که مغز انسانی، ارتباطات انسانی با رابطه جنسی تبدیل به چی میشه. بنابراین و بعدش هم تازه حتی خطراتی که داره، چون بسیاری از اوقات در این رابطه های جنسی اون توافق ها و انتظارات نیست، از طرف دیگه ای بسا هست یه رابطه ناسالمی ادامه پیدا میکنه به خاطر اون. همطور که بازم فکر میکنم خدمتون عرض کردم که بسیاری از مردم به خاطر داشتن رابطه جنسی با کسی خودشون رو موظف و مقید به ازدواج با اون آدم میگیرن و میگیرن و بنابراین همه اینا هم مطرح است. بنابراین صحبت نه بحث توصیه اخلاقیه، نه پدرانه است، نه مذهبیه، نه هیچ چیز دیگه، و این رو من روش تاکید دارم. بنابراین گفتگو فقط تکرار میکنم برای اینکه مشخص بشه، از اونجایی که عشق پدیده فوق العاده با ارزش و اساسی است، از اونجایی که عرض کردم مثل دیدن است و داشتن چشم، من برای رسیدن به اون معتقدم یه مقدار مواظبت و مراقبت ها لازمه، که یکی از اون مواظبت و مراقبت ها برای رسیدن به اونجا نداشتن رابطه جنسی است. در حالی که دو تا نکته رو میدونیم، ریشه عشق اصلا رابطه جنسی است و به همین جاست که من معتقدم علت عشق، که من اون رو فقط رابطه میان زن و مرد میبینم، به خاطر این است که پایه و مایش از اونجاست که میتونم توضیح بدم چرا به این موضوع توجه و تاکید دارم. و ضمناً باوری که باز فکر میکنم خدمتتون عرض کردم، هیچ رابطه میان دو انسان که عاشق همند بالاتر از رابطه جنسی نیست، برای اینکه زمینه ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و روانی و انسانی رو همه رو با هم در میآمیزه و این بالاترین. پس کسی با رابطه جنسی به عنوان ریشه عشق و رابطه جنسی به عنوان ثمر و نتیجه عشق ابدا مخالفت ندارم. من در مسیرش مسئله دارم. درست، من نه با رابطه جنسی زن و مرد مسئله دارم، نه با تولد بچه، اما بیرون کشتن بچه در یه ماهگی مسئله دارم. این اون بحثی است که من باش دارم و الا خیلی متشکرم که بیشتر بازش کردید. پس بذارید اون چرا که من میفهمم از بحثی که شما مطرح میکنید تکرار کنم. وقتی شما میفرمایید که با رابطه جنسی قبل از ازدواج مخالفید، در مورد اشخاص مشخصی که فکر میکنن در مورد این مرحله شدند دارید صحبت دقیقاً دارید. قبل از عشق و ازدواج، ببینید جان فروزنده، فرض کنید اصلا یک کسی 5 تا زن یا شوهر داشت، پس رابطه جنسی رو داشت. من حرفم این است که اگر میخوای با یک کسی
ازدواج کنی و بخوای عاشقش بشی، تو این مسیر با این آدم رابطه جنسی نداشته باش. اصلا من نه درباره قبلش صحبت کردم نه بعدش، برام این گفتگو فقط در اون مسیر است و بس. و همین جهت است که عرض من اینه که در این گونه موارد اون 6 ماه رو 9 ماه رو که وقت برای این رشته قبول کنید، تحمل کنید و میتونم نشون بدم تازه اون مسیر رو تقویت و در حقیقت به نوعی تسریع میکنه تا وقتی که رابطه جنسی وارد صحنه بشه. پس شما بر رابطه جنسی افراد قبل از اینکه به فکر ازدواج بیفتن شما با اون کاری ندارید. مثلا موضوع بحث من موضوع نیست. بحث نیست. ابدا. بنابراین ولی در همین فردی که من فکر میکنم شما دارید اینو به من میگید که آزاده که رابطه جنسی با هر کی میخواد داشته باشه یا نداشته باشه. درست؟ میفرمایید که وقتی این آدم وارد یه رابطه میشه که این رابطه احتمالاً هدفمنده و میخواد به یه زندگی مشترک به عشق و ازدواج برسه، به عشق و ازدواج برسه، در این نوع رابطه بهتره که رابطه جنسی قبل از اینکه پیوند ازدواج بسته بشن وجود نداشته یا به عشق نرسیدن. حالا اون ممکنه نخوانم ازدواج کنم. ببینید جان فروزن، باز ببینید فرضهای من چیه. عرض من این است که در دنیای امروز بدون عشق ازدواج نکنید و الا باید بدونید وارد یه شرکت سهامی شد، یه تجارت دارید میکنید، معمولاً با اختیارات محدود و مسئولیت نامحدود. پس من اولین حرفم اینه که در دنیای امروز چون ازدواج دیگه هدف نیست، بهتر آدم بدون عشق ازدواج نکنه. پس برای رسیدن به عشق و ازدواج یا عشق و بعدش تصمیم برای ازدواج، بهتره تو این مسیر درگیر رابطه جنسی نشید. ولی من برای هیچ گروه دیگری در هیچ جای دیگری بحث دارم و این گفتگو رو هم همه جا، نه اینکه فکر کنین الان در حضور شما، توی همون سیدی انسان و عشق دارم، توی بقیه سیدی چرا ازدواج چرا طلاق دارم، 50 باید و نباید دارم. حتی ازدواج رو برسون بسونه حتما. نه در سیدیتون این مطلب روشن نیست. سخنرانیاتون رو که 2 یا 3 سخنرانی بود در اون سیدی و بعد میزه گردی رو که داشتید به دقت گوش کردم، این شبهه برای من از همونجا به وجود اومد که شما خیلی صریح و روشن این رو نفی کردید بدون اینکه این توضیح به دنبالش باشه. به عنوان کسی که 2-3 بار اکتشا من درست نشدم ولی و واقعا تردید دارم که اشاره. آخه ببینید جان به فروزنده، شما کمی کمی با من آشنایید، حالا شاید از سر نادانی و خودخواهیه، من یه سیستم دارم که اجزایشو کاملا با هم میشناسم. یعنی من به راحتی میتونم بگم تو 500 تا سخنرانی یا 500 بار تو برنامه رادیو تلویزیونی مشخصا این رو به این گونه مطرح کرد. اینکه شما من بفرمایید در یه گفتگو روشن نیست توضیح ندید، کاملا میپذیرم اون احتمال و امکان وجود داره، یعنی اونو نفی نمیکنم، ولی با این مجموعه شما همطور که هستالی وقتی راجع به این موضوع صحبت کنید هرچه میدونید تو مطرح نمیکنید. ای میدونید بزرگترین مشکل یه آدمی مثل شما و متاسفانه برخی از اوقات من اینه که گرفتار اینه که چی نگم، رنگ چی رو بگم، چون درباره این موضوع مهم این است که شما تا کجا میخواید حرکت کنید و برید. و به همینجاست که الان در همین بحث عشق یا در رابطه جنسی اشاراتی داشتم که اگه شما بگید مقصود از اون موضوع چیه، میتونم یه مطلب تازه یا یه مبحث تازه‌ای رو باز کنم. اینا اون تفاوتایی است که تو اونجاست، ولی همیشه بحث من گفتگویی نبوده که مردم شما رابطه جنسی با هم نداشته باشید یا آدما تو ازدواج نکردن رابطه جنسی باشید. مثلا چی کارم؟ مثلا همچی بحثی هم نیست و اونطور که شما هم اشاره کردید احتمالا فرقی هم نمی کنه و بارها رو خط رادیو یا تلویزیون وقتی دوستان مطرح کردن بعد گفتن به نظر شما با این کنیم، حتی پاسخ من همین فکر کنم هفته گذشته بود به بانوی ارجمندی گفتم حالا تازه من برفرض کنم چیزی بگم که شما عمل نمی کنید، بنابراین بی خودی چرا منو در جایی میگذارید که نظر داشته باشم که خودم هم میدونم شما بهش اعتنایی ندارید. دکتر شما این رابطه‌ای که بین ازدواج و عشق، بین عشق و ازدواج برقرار میکنید، در واقع میخواید بگید که در ازدواج سرمایه‌ای که دو طرف باید بیارند عشق و ازدواج بدون عشق ازدواجی است که اون سرمایه اولیه رو نداره. اصلا حتی مثالی که دارم فکر کنم عرض کنم، من عرضم این است که ما برای که برسیم به خلا که بدون انرژی بتونیم تقریبا یا انرژی کم حرکت کنیم، باید بتونیم سوار یه موشکی بشیم که بره به آسمون. این موشک برای رسوندن زن من به اونجا عشق. حتی میشه این بحث رو مطرح کرد که روزی که شما بخواید از یک دو موجود جدا
و از یه مخلوط تبدیل به یه ترکیب بشید، اون عاملی که مخلوط رو به ترکیب که دیگه تفکیک ناپذیره مگر از راه دیگری ممکن میشه، عشقه. اون خمیرمایه عشقه. به همین جاست که بحث درباره علت خلقت و مکانیزم خلقت و هدف خلقته، یعنی این قانون خلقت و طبیعته. و بنابراین کاملا وقتی که صحبت از ازدواجه، اصلا به نظر من در طول تاریخ چرا ازدواج نبوده؟ برای اینکه دلایل این مسئله عشق نبوده و بعدم هدفهای مشخص. شما نگاه که 5 تا کارکرد یا فانکشنی که خانواده در طول تاریخ داشته، اولش اصلا رفع نیازهای اقتصادی بود. برای این حتی یه مرد تا پول نداشته و یه خانواده تا مطمئن نمیشن یه آدم نمیتونه از دخترشون از نظر مالی مواظبت و مراقبت کنه، دختر بهش نمیداد. این ملاک این بوده، سن زن بوده و دارایی مرد، تمام 95% تاریخ. پس برای ازدواج نبوده، ازدواج این بود که یه کسی رو ما ببریم نون رو بشویم. و به همجاست که هنوز داستان پرووایدر رو، اینکه هزینه زندگی یا خرج زندگی با مرده، من و شما هنوز تو دنیای امروز هم باش گیریم. بعدا مسئله تولید مثله، مورد بعد ارضای تمایلات جنسیه و بعدش ماجرای بزرگ کردن فرزندان. یعنی اینا فانکشن هاییست که بوده و آخرش هم این که فرزندان از من سال خورده مواظبت و مراقبت کنن، برای که خود ما توانایی اداره خودمون رو در سالخوردگی در طول تاریخ نداشتیم. بنابراین وقتی شما نگاه می‌کنید به کارکردها یا فانکشن‌های ازدواج که در همه جوامع وجود داشته، اون بوده. در حالی که در دنیای امروز موضوع اصلی و اساسی ارتباط درون به درون دو تا آدمه که از عشق نتیجه میشه و برآوردن نیاز روانی و احساسی عاطفی دو نفر از جانب هم، و این در عشق متبلور میشه، خارج از اون نه. به همین جاست که شما نگاه کنین به میلیاردها ازدواج در طول تاریخ، ازدواج‌های مبتنی بر مصلحت و منفعت بوده. و به همین جهت بود که حتی 95% جوامع، شما جامعه شناسید، جوامع چند زنی بودند. علت چند زنی بودن، مرد توانایی بوده که پول داشته و مردان و زنانی که می‌خواستن دخترشون رو به کس بدن که خرجی داشته باشه، حداقل از گرسنگی نمیره. برای که نیمی از مردم دنیا در طول تاریخ از گرسنگی برد. بنابراین فانکشنی که یا کارکردی که ازدواج داشته معلوم مادی بوده. و به همین جاست که تو همون سمینار فکر میکنم یا جای دیگه عرض کردم، عشق پدیده تازه‌ایه، اصلا به همین جاست که روی عقل نشسته و در نتیجه من اصلا باور به عشق در گذشتگان ندارم، مگر اون عشقی که در جلسات اول عرض کردم به صورت اون ترشح قدرتی است که فان خانم دکتر بگیم بهش اشاره کردن اتفاق میفته و این ترکیبی است که خدا یا طبیعت در ما گذاشته. دکتر، با این ترتیب این نکته که درباره عشق شما میفرمایید و میگید عشق پدیده تازه است، اما من نمیدونم این اظهار نظر بر مبنای این ویژگی هست، باید دید که با این ترتیب بذارید اینجوری بگم، با این ترتیب برای عاشق شدن باید یه شرایطی داشت. حتما نیست این تو؟ خب الان اگه ما این تاریخ رو نگاه میکنیم و شما میفرمایید که در طول تاریخ ما عشق نداشتیم، عشق پدیده تازه است، آیا این رو با توجه به استقلال انسان دارید میگید؟ یعنی رابطه زن و مرد در طول این تاریخی که ما اومدیم جلو هیچ وقت به سوی چنین تعادلی که الان داره جلو میره تا حالا جلو نرفته بود؟ اصلا زنها وارد بازار اقتصادی شدن، هماورد مردان هستن، این تأثیرش روی عشق چیه؟ یعنی در میخوام بگم که وقتی میفرمایید که شما عشق یه پدیده تازه است، آیا این عنصر در این اظهار نظر هست یا نه نیست؟ یعنی میخوام بگم رابطه متعادل زن و مرد امروز چه اثری داره، چه نقشی داره در تقویت عشق یا در راحتتر شکستن عشق، از هم جدا شدن؟ خب باز ببینید، سوالم تونستم بگم، من حدس میزنم ولی اگر اشتباه بود شما منو تصحیح کنید. ببینید جان فروزنده، گفتگو اینه که اگر عشق درست مثل جراحی مغز یه مقدماتی میخواد، من و شما جراح مغز نمیشیم،
یک کسی با دانش داشت باشه و من چون عشق رو در اونجا میبینم و بر اساس تعریفی که در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم، یه احساس و هیجانی است که نتیجه شناخت و آگاهیه و چون در طول تاریخ این شناخت و آگاهی رو آدم ها از خودشون و جنس مخالف یا مختلف نداشتن، عشقی اتفاق نیفتاد. اون فقط عشق دوپامینی بوده که خدا یا طبیعت در سیستم گذاشته. به همین جهت است که دیدید با اون سرعت و تندی، نه به عشق لیلی و مجنون و واله و عذرا و نمیدونم رومئو و جولیت، این اصلا باور ندارم. و به نظر من اونا یک نوع احساسایی است که کاملا میشه در هر موردش توضیح داد از کجا میاد و چرا میاد. پس عشق پدیده تازه است، مثل پزشکی به یک اعتبار پدیده تازه است. شما در طول تاریخ پزشکی داشتید، ولی پزشکی که رابطه علت و معلولی رو بدونه، پزشکی بتونه قلب رو بپره یه قلب دیگر بیاره، پزشکیه. و الا اینکه یه تغییرات کمی دایره بسته و محدود خودش رو داشته و داره. پس بنابراین علتی که عرض میکنم عشق پدیده تازه است، بذار جمله رو خیلی راحت کنم، آگاهی و عقل وجود نداشته. چون همطور که عرض کردم عشق تاج عقله و در این ارتباطات نبوده. حتی اگر خاطر عزیزتون باشه، این نکته رو عرض کردم که بزرگان ما چه در شرق و چه در غرب یا عرفای ما وقتی که عشق رو در جوونی تجربه کردن به خاطر اون ترشحات هورمونی و قدرت و بعداً محو شده رفته و بعداً هیچ احساس خاصی هم نسبت به اون زنی که عاشقش بودن به دلیل تفاوت دانایی و آگاهیشون وجود نداشته، به این نتیجه رسیدن، همون نتیجه افلاطونی، که این عشق باید یه پدیده دیگری باشه و بنابراین عشق رو از زمین دزدیدند و به آسمان بردن و عاشق خدا شدند. و به همین جاست که تو اون سخنرانی ها من از آقای دکتر کلانتری نژاد، اتفاقا همسر خانم مریم بیگی، خواهش کردم عنوان صحبتشون چی بود؟ سیر عشق در جهان از عرش تا فرش. یعنی ما ازدواج رو بیاریم پایین و اون وقت پشتش بود که چرا و چگونه عاشق میشویم، در مغز عاشق چه میگذرد، در ضمیر و ذهن عاشق چه میگذرد، در بدن عاشق چه میگذرد، شراب عشق و هستی در جام ژن. یعنی اینها موضوعایی بود که یکی بعد از دیگری میآمد برای که عشق دزدیده شده به آسمان رو به زمین بیاریم. و به همین جاست که در نهایت نمیدونم، نمیخوام بگم خضوع و خشوع، چون ندارم اینو، میخوام عرض کنم که اون گفتگوها مربوط به عشق انسانی و این جهانی و پسر و دختر نیست. و به همین دلیلی که فکر میکنم این جسارت رو به خودم دادم که بگم اگر یکی از اون کتابهای برجسته رو دست پسر و دختر تحصیل کرده امروز بدید، چه ایرانی چه ترجمه کنید امریکایی، اینا مسئله در جهت روابطشون و رشد عشق و احساس و عاطفهشون روش پیدا نمیکنه. پس به این موضوع ارتباطی نداره. ولی خودخواهی رو الان ببینید، یه سی دی 4 ساعته بنده تکلیف این موضوع رو روشن میکنه و بهشون میگه 50 تا باید و نبایدشون کدام. دکتر، خانواده یعنی چی؟ خانواده معنی نداره. خانواده تعریف، یه نامی نهاد تعریف اگر بنده تو کتاب جامعه امروز هم اردم تعریف جامعه شناسی، خانواده پیوندی بلند مدت میان دو بزرگ سال است که هدف از اون رشد و تکامل یا رسیدن به دو هدف زندگی، سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی است. در حالی که 50 سال قبل تعریف جامعه شناسی خانواده چی بود؟ من فکر کنم تو کتاب رم خانواده پیوندی بلند مدت میان دو بزرگ سال است که هدف اصلی اون تولید مثل و انتقال فرهنگ و میراث فرهنگی جامعه به کودک که اساسش بر پرورش و تربیت. این تعریف 50 سال قبل جامعه شناسی بود. تعریف امروز خانواده به معنی پیوند بلند مدت میان دو بزرگ ساله. چه ازدواج آزاد یعنی رابطه جنسی. این ویژگی شما رو داره. نه، رابطه بلند مدت دوتا انسان، یک زن یا یک مرد در یک خونه بدون اینکه عقدی جاری شده باشه، این از نظر شما منجر به تشکیل خانواده میشه؟ یعنی این نوع همزیستی من هیچ مشکلی رو نمیبینم. خانواده میبینم. ببینید جناب فروزنده، هربرت بلومر، ببخشید قبل از که توضیح بدید، پس تعریفی که شما از ازدواج دارید
منظور اون تعریفی نیستش که به طور فرمال کاغذی رو امضا کنن این نقش شریک رو یه طرف داشته باشه و شریک دیگه هم در طرف دیگه. بذار دو تا توضیح ارز کنم. هربرت بلوم رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی سالا قبل پیشنهاد کرد گفت ما الان 50 جور خانواده داریم و به همجاست که بیاد حتی خانواده رو مشخص کنه. حتی ما امروز بلندد فامیلی که داریم یعنی یه زنش مردی با بچه‌هاشون اومدن یه خانواده تشکیل داده. یعنی حرف درستی است. پس بنابراین لغت ازدواج در تعریف جامعه شناسی مشخصه. ازدواج مجموعه اصول و قوانینی است که جامعه وضع میکنه و میگه بر مبنای اون چه کسی میتونه با چه کسی رابطه جنسی داشته باشه و این به هم ریخته. این مفهوم شما ازدواج این به هم ریخته. به هم ریخته. امروز ما در دنیایی هستیم که در بیشتر جوامع مردم نه تنها در عمل برخلاف توجه بسیاری از دوستان مذهبی در نظر با هزاران نفر ای بسا هم خوابگی میکنه. نشون توضیح بدیم بیشتر. عرض من اینه ازدواج تعریفش اینه که مجموعه اصول قوانینی که جامعه وضع میکنه میگه کی با کی میتونه رابطه جنسی داشته باشه. این به هم ریخته. علت چه این است که مردم برای خودشون تصمیم میگیرن به قواعد و قوانین هم کاری ندارن. اون کسانی هم که تو این زمینه سخت گیرند باید بدونن که به یک اعتبار تصورات و تخیلات ذهنی به همون اندازه میتونن معتبر باشن که روابط فیزیکی. اون از بحث قانونیه ولی این بحث ذهنیه. پس بنابراین همیشه ازدواج زیر سوال بوده ولی این تعریف ازدواجه. نظام دیگری که در جهان به هم ریخته نظام خویشاوندیه کینشپ. اما خانواده به معنی دو نفر در مفهوم امروزیش که خانواده هسته‌ای اسمشه نیوکلیر فامیلی زن و شوهر و بچه‌ها هیچ کس دیگه در اینجا جایی نداره. این تعریف خانواده است. دو تا ویژگی هم میخوان تعریف داره این خانواده داره. یک به انسان اجازه رشد و تکامل و سلامتی و خوشبختی میده. دو کودک سالم درش میشه پرورش داد. بنابراین اینام نتیجه گیری است که داریم. خب این تعریف الان با این تغییراتی که باز پیش اومده چه مثلا کدام تغییراتی؟ ببینید مثلا ازدواج مرد با مرد یا زن باشه. بنابراین اونجا مسائل و مشکلات خودش رو خواهد داشت. در اینجا شما یعنی شما ببخشید جمع دکتر یعنی شما اون رو خانواده نمیدونید؟ نه خانواده میتونم بدونم برای که من چه کارم که تصمیم نه خب به هر حال به من بگید خانواده اصلا چون ببینید خانواده چون برگردم به یه مطلبی که اصلا اشاره کنم خانواده یه واژه اجتماعی حقوقی قانونیه. بنابراین بر اون اساس یه جامعه میگه که ارتباط دو تا آدم دو تا مرد یا دو تا زن رو من خانواده میدونم و بنابراین دو تا آدم هم جنس گرا میتونن با هم ازدواج کنن. این تعریفی است که این جامعه داره جامعه دیگه نداره. ولی یکی از ویژگی هایی که شما در مورد عشق فرمودید در این نیست. نه قبلا هم عرض کردم از اونجایی که ماجرای تولید مثل به نظر میرسه هسته مرکزی تمایل جنسیه و این میان دو تا زن و دو تا مرد اتفاق نمیفته تولید مثل اتفاق نمیفته جای سوال داره. پس شما... این چیه؟ بین دو تا زن چون شما هرچی شما بخواید نه شما این رو به عنوان یه عامل اصلی در تعریف عشق و شناخت محتوای عشق بیان فرمودید right. درست؟ حالا یکی از این المان‌های اصلی رو شما حذف میکنید در این رابطه. این موجودیتی که وجود داره رو شما میخواید خانواده بگید بگید ولی از نظر من و متاسفانه این رو در اون مفهوم جنسی عشق نمیدم برای که با تولید مثل همراه نیست. ولی اگر یه کسی به من بگه این موضوع مهمی نیست و اهمیت داره من میتونم بپذیرم که خب موضوع مهمی نیست. دکتر ویژگی های چه تفاوتی هست بین ویژگی های رابطه دو تا مرد با هم یا دو تا زن با هم و زن و مرد با هم؟ یعنی مطالعه شده در این مورد که حتماً اینا هست. چه تفاوت هایی داره؟ آخه عزیز شما که بهتر از من میدونید دیگه این چیزی که همه میدونن من و شما تنها نمیدونیم. طبیعت یه نوع حالت متمم و مکملی نظر حتی تولید مثل میان زن و مرد گذاشته که شما این قاعده رو به هم میزنید. به هم میزنید. دوم طبیعت از این مکمل زن و مرد تولید مثل رو و تداوم نسل رو ممکن کرده. شما رو به هم میزنید. یعنی بیاید فرض کنید یه جامعه درست کنید همه مرد رو با هم ازدواج کنید همه زن رو با هم شما نسل بعد رو نخواهید داشتید. و ضمناً رابطه جنسی رو اگر دلتون میخواد طبیعی بدونی رابطه جنسی طبیعی نداره.
حالا تازه تو رابطه جنسی دوتا مرد شما هنوز میتونید ماجرای، حالا امیدوارم حرف زشت تندی نباشه، دخول رو یه جوری مطرح کنید اگر ازش استفاده کنن، نه همه میکنن، ولی در خصوص زن این رابطه دیگه از جانب دو نفر امکان پذیر نیست. یعنی اگر یه زن باید یه مرد رو به درون خودش راه بده و در حالت بیشتر آدما موجب اون ارگازم و بعدا تولید مثل بشه، این درش نیست. حالا شما میخواید طبیعی بدونیدش، بدونیدش. وقت بعد بحث این که چی دیگه طبیعی است و غیر طبیعی، چه چیزی به نزدیک به قاعده طبیعت و نیست رو من نمیدونم از کجا میشه حل کرد. خب موضوع پیچیدگی های فوق العاده پیدا میکنه با این ترتیب. بدونید به همین جهت است که کار رو به عقیده رسونده و به اکثریت و رأی اکثریت. یعنی به همین جهت است که شما هیچ وقت نمیتونید بیستید مگر در یه اصولی فرض بفرمایید هستالی توافق کنید که رابطه طبیعی رابطه زن است با مرد، بعد بگید ازدواج رو بر این اساس میگذاریم، پس به ازدواج و خانواده به صورت دیگه ای نخواهد. اما اگر شما آمدید گفتید این رابطه طبیعی است، چیزای دیگه هم طبیعی است، یا اصلا بحث طبیعی مطرح نیست، میخواد طبیعی باشه میخواد نباشه، قراردادی میتونیم انجامش بدیم، خب موضوع منتفی است. به همین جهته، یعنی یه تعریف اسمی رو ما میدیم و نوعی از رابطه رو توجیه میکنیم کاملا. ولی این تعریف اسمی که تعریف حقیقی نیست. خب آخه باجرای حقیقی و واقعی و غیرش رو باید اول توافق کنیم. ببینید اگر یک کسی به شما گفت من رابطه جنسی رو در گیاهان و در حیوانات میان زن و مرد میبینم، دو تا درخت نر و یا دو تا موجود نر تولید مثل نمی کنن و اون نزدیک نر، گرچه بحث درباره ارتباط است ولی اون ماجرای خوش آمدن از جسم با رابطه جنسی متفاوته. خب شما اینو میخواید طبیعی بگیرید، خب تعمیمش بدید به انسان، معلومه که چیزی رو طبیعی یا غیر طبیعی میدونید. ولی اگر حاضر نباشید بگید اونا گیاهن اونا حیوانن ما یه موجودات دیگه هستیم، بحث منتفی میشه. در این گونه موارد جناب فروزنده مهم توافقی است که شما در اصول و کلیات باید. به همین جهته که روزی که به من بگن آدمای هم جنس گرا میخوان با هم ازدواج کنن، به من چه مربوط؟ خانواده تشکیل میدن، به من چه مربوط؟ اگر خاطر عزیزتون باشه گفتم به عنوان کسی که کمی کمی با مسائل پرورش و تعلیم تربیت آشناست، من از اونجایی که فکر میکنم یه پسر و دختر اگر قرار باشه به جای پدر و مادر در جامعه که بیشتر پدر و مادرن دو تا مرد یا دو تا زن به عنوان پدر و مادرش باشن، احتمال داره دچار اشکال و آسیب بشه، باش مسئله دارم، چون در ارتباط با نفر سومه. ولی به من دو تا مرد بگن ما همدیگر رو زن و شوهر میبینیم، خانواده میبینیم، اصلا اینو نوع خانواده درست میبینیم، به من چه مرد؟ من چه کارم که نظری روش باشم؟ حرفی هم ندارم. ولی اگر من گفتید که کار تولید مثل چی میشه، میگم خب از خودتون بپرسید جواب معلومه چی. به من بگید در جهت بچه ها چه اثری داره، میگم با توجه به آگاهی کمی که دارن تأثیر بد و منفی میتونه داشته باشه. پس بنابراین هنوز شما خوب میدونیدش، خب بدونید، میگید این رو بذار کنار، میشه گذاشتش کنار، استدلالای دیگه ای هم میشه کرد. به همجاست که پیچیدگی موضوع اینجاست. ولی تو صحبت اصلی یه نکته بود که مایلم بهش اشاره کنم. خیلی از اوقات من دیدم دوستان میگن این ازدواج یه کاغذ پاره است، حالا چه اهمیتی داره؟ عرض من دو چیزه. یکی اینکه این کاغذ پاره هاست که حتی زندگی و مرگ رو به ما میتونه تحمیل کنه، حکم اعدام رو کاغذه، پاسپورتی هم که من و شما داریم که به اون اجازه سفر میده روی کاغذ، سند خانه شما هم یه کاغذ، لطفاً همون رو امضا کنید، من کاغذ پاره برای بشارید پشتش امضا کنید بدید خونتون ماشینتون. خب پس اولا مهمه، دوم شما اصلا معتقدید کاغذ پاره است هیچ ارزشی نداره، خب شما به خاطر پدر اون و مادر اون این کاغذ پاره بی ارزش امضا کنید بدید، شما رو چرا سخت میگیرید؟ معذرت طرف بگم این چیزی هیچ چی مهم نیست. من به شما بگم جان فروزنده در مدت عمرتون یه پنی به کسی بدید که مهم نیست، ولی بگم بدید بگو برای چی بدم، پولام برای چی بدم، خب دروغه دیگه. نکته رو گفتید در مورد فرزندان، اتهام پرسش بعدی من از شما در همین زمینه بود، در مورد حق فرزند خواندگی، به هر حال فرزنددار شدن
گی ها و لزبیان ها که امروز یک مسئله بسیار مهمه و اشاره کردید به اینکه احتمالاً تأثیرات منفی داره. خب چطور میتونه جامعه، یعنی الان ما در مرحله‌ای هستیم که این ارزیابی های جامعه شناسانه و روان شناسانه به جایی رسیده باشه که واقعا به ما نشون بده که چه تفاوتی هست بین فرزند یک خانواده طبیعی و یک خانواده لزبیان یا همجنسگرا. و استدام میکنم که پرسش پاسخم رو در مورد آیا مطالعی شده در مورد تفاوت های این بچه ها و عوارضی که فرزندان مجبورن تحمل بکنن در خانواده‌های همجنسگرا و این چه مسئله‌ای رو ایجاد میکنه در کل جامعه که به هر حال یه چیز امتحان نشده. شما یه دارو رو میخواید توی بازار بفرستید، قاعدتا اینجا FDA 20 سال مطالعه میکنه، چندین سال مطالعه میکنه تا اجازه بده یه دارو وارد بازار بشه. ولی چجوری یه نهاد اجتماعی رو میشه با این سرعت تغییر داد بدون اینکه پیامدهاش رو توجه داشته؟ خب البته هست سالی یه مقدار مباحث حقوقی و اجتماعی و تربیتی و قانونی رو مخلوط کنید. FDA همونطور که به درستی اشاره فرمودید حتی به خاطر مرگ یک نفر عرض کنم که قوقا به پا میکنه، اما روزی 1000 نفر در امریکا به خاطر کشیدن سیگار میمیرن. FDA هم کاری نمیتونه بکنه. علت چه این است که مباحث دیگری مثل آزادی و حق انتخاب و بعدم از همه مهمتر لابی های عرض کنم که شرکت های تنباکو همه رو به هم میزنند و به هم میریزند. برگردیم سراغ مطلبی که فرمودی. ببینید جان فروزنده، میلیون ها ساعت وقت بهترین متخصصین صرف این شده که در مراحل مختلف رشد به ویژه از تولد تا مثلا 12 سالگی بچه ها چگونه اینجا یا اونجا آسیب میبینن یا نمیبینن، کجا در خطر قرار میگیرن یا نمیگیرن. یعنی مطالعات تو این زمینه باور نکردنی است و شما به راحتی میتونید ببینید وقتی که بچه پدر زشتی داره یا مادر بلند قدی داره یا پدر و مادری داره درست مثل ما ایرانی ها که در این کشور هستیم که رنگ پوستمون خیلی شبیه اونا نیست، باش مسئله داره. به همین سادگی، یعنی بچه ها به دنبال یه نوع هماهنگی و همگامی با بقیه و همخوانی با دیگران هستن که تفاوت ها براشون مسئله است. به همجاست که براحتی میشه هزاران گونه نشون داد. اصلا این احتیاج نره به تحقیق ویژه، گرچه رونم شده عرض میکنم هیچ احتیاجی نداره به این که من و شما برگردیم بگیم اگر در یه خانواده بچه احساس بکنه که وقتی میره توی مدرسه خانه و مدرسه دوتا آقا میان و میگه این پدر و مادر منن، my parent، بچه های دیگه 7-8 ساله وقتی نگاه میکنن دوتا آقا رو میبینن، اگر اینو درک بکنن حداقل سوال و تعجب نمیکنن و فقط نمیگم هیچ چیز دیگه، سوال و تعجب در اون بچه ها این کودک حساس رو به اینجا میرسونه که یه چیزی اینجا سر جای خودش نیست، مخصوصا وقتی که ما این تفکیک و تفاوت ها رو از لباس گرفته و آرایش گرفته و همه چیز میبینیم. و بعدم تازه این اونجا نیست، همه جای دیگه خودش رو میتونه نشون بده. بعدم تازه مشخص است که این بچه بچه هر دوی اینا نیست، یعنی اون هم به نوعی آشکاره. و تازه اگر دوتا آقا هستن، مادر من یه زنیست مثل اون زنا، نه مثل این آقا. یعنی شما اگر من میخواید بگید هیچ فرقی و تفاوتی نمیکنه، به عنوان یک کسی که کمی با مسائل روانی اجتماعی آشناست، میگم خب من اصلا دیگه با شما بحث و گفتگوی ندارم. تنها مطلبی که در اینجا مطرح است بسیار طبیعی است که وقتی که شما دوتا مردید یا دوتا زنید، اولا مهم اینه که بچه پسر یا دختره، چون خود این یه موضوعه. یعنی فرض کنید شما دوتا مردید، این دختری که بزرگ پایین یا این فرزند دختره، خیلی متفاوته تا اینکه پسر باشه. برای که حتی شما نگاه کنید به مطالعاتی که شده تو خانواده‌ای که 4 تا پسرن، اصلا نگاهشون به دختر و پسر چقدر متفاوته با خانواده‌ای که 2 تا پسر و دخترن. بعد حتی نگاه کنیم به مطالعه که روی خانواده‌ای که مثلا 4 تا دخترن، نگاهشون نه تنها راجع به مرد چقدر غلطه، راجع به زن چقدر غلطه. یعنی اینا نشون دهنده اون ترکیبا هستن، تازه اصلا صرف نظر از حضور و وجود دیگران. تنها نکته‌ای که برخی از اوقات یه جنبه‌ای رو پیدا کرده اینه که اگر یه بچه‌ای نه پدر داره و نه مادر،
از این فاستر هوم به اون فاستر هوم میره و متاسفانه از چند تا از این فاستر هوم ها اگر 5 تا رفته که جا به جا شه، یکی دو تاش حتی بهش تجاوز کردن، حرف این است که وقتی یه پدر و مادری خانواده‌ای دارن که هر دو فرض کنین گی هستن، اینا محیط امن و مناسب و به مراتب بهتری رو در مقام مقایسه با اونا فراهم میکنن و بنابراین این رو در مسیر فرزندخواندگی و اداپتیشن به عنوان یه آلترناتیو مطرح شده، یعنی تو گفتگوها و توی مطالعات هست، یعنی فقط در مقام مقایسه. ولی شما حتی از دو نفر دوست عزیز همجنسگرا بهش بگید که این پسر و دختر کنار شما دوتا باشن یا کنارش، چون احتمالاً فرزند یکیشونه، چون فرض یا کنار شما و همسرتون در شرایط مناسب باشن، در شرایط مناسب باشن، کدام فکر می‌کنین مناسب تره؟ شما باش راحت تر بودید، همسرتون راحت تر بود، بچه راحت تر بود، احتمالاً اگر بخوان پاسخی صمیمانه و صادقانه بدن میگن خب حتما اون بهتره دیگه. یعنی درست مثل نوع تبعیض، مثل اونی که فرض بفرمایید من و شما در جامعه امریکا از نظر شکل ظاهر متفاوت باشیم، هر اندازم این جامعه به حساب خودش آزاد باشه و آزاد منش باشه، هر اندازم تفاوت رو نبینه، هر اندازم که در این زمینه ها کور باشه، به هر حال این کوری غالب اوقات فقط جنبه اجتماعی و بیرونی و قانونی داره، نه درونی. و به همین جهت است که در این گونه موارد حتما اثره و تأثیره هست. اینکه چه تأثیری میگذاره در خصوص افراد مختلف در شرایط مختلف حتما متفاوته و اینکه بچه ها چه گرایش پیدا. بعدم شما نگاه کنید به همه نظریاتی که حتی شما به همین بحث عشق که اریک فرام میکنه که ما یه عشق مادرانه عشق پدرانه داریم، بعد اونجا نشون میده که وقتی مادر دست بالا رو داره چگونه بچه ممکنه به سمت مثلا مشروب خوری بره و پدر به گونه دیگه. وقتی شما میبینید بچه ها بین 4 تا 6 7 سالگی باید هویت جنسیشون رو شکل و فرم بدن و همانندسازی یه پسر با پدر و یه دختر با مادر شرط سلامت روانی است، نه پسر با مادر و نه دختر با پدر. یعنی همه اینا رو میبینید وقتی شما نگاه میکنید به اختلال شخصیت هیستریانیک، شخصیت هیجانی و نمایشی، پارانوید پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت شکاک، حتی نگاه میکنید به بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ناپایدار، حتی در خصوص مردم به نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر، همه اینا ناشی از آسیبی است که توی آیدنتیفیکیشن و همانندسازی 6 7 8 سالگی پسر و دختر با پدر و مادر از جنس در حقیقت مخالفشون داشتن. وقتی شما همه اینا رو ببینید بعد تمام این مطالعات رو نادیده بگیرید، این درست میشه که استاری این که من و شما تصادف بکنیم رو بگید میدونیم چه بلایی سر آدم میاد، ولی بگید اگر یه آدمی رو توی فرض کنید یه پارچه پیچیدیم پرتش کردیم، خب مطالعه روش نشده، خب قواعد مربوط به تصادف و آسیب و اینا همه جا سر جاشه. این که حالا من تو اتومبیل بودم یا نبودم تفاوتی رو به وجود میاره، ولی موضوع رو نفی نمیکنه. بگیم نه اگر کسی رو توی پارچه کردیم با سرعت فرض کنیم 50 کیلومتر زدیمش به دیوار، خب ما مطالعه روی نکردیم که آیا اثر بدی داره. و متاسفانه بسیاری از سفسط مغلطه‌هایی که تو این زمینه هست این گونه، در حالی که روی این کارها مطالعه شده. اما اشکال کار اینه گروهایی که دنبال این مطالب هستن غالب اوقات گروهای دانشگاهی اونقدر نیستن و گروهایی هستن که با یه مقدار در حقیقت فاندینگ های گروه های فشار هستن. فرض کنید از جانب مذهبیون که میخوان این رو به نوعی تخته کنن و بنابراین جواب های مقدار دلخواه خودشون راحت‌تر بیان کنن، یا گروهی که به مخالفت از اونها برمیخیزن و از ابتدا وقتی شما به متدولوژی تحقیق نگاه میکنید، ای بو ایران چون میدید خود اصلی آشنایید، من خودم اینو درس میدادم که اگر شما تو متدولوژی و چگونگی ارزیابی و قضاوتتون راه درست رو نرید جواب نادرست خواهید گرفت. به همینجاست که تحقیق یا اصولی داره که اگر انجام نشه بی نتیجه است. و چون در این گونه موارد مثل تحقیق راجب مذهب یا راجب فرض کنید ایدئولوژی حتی مارکسیست، اینا اینقدر با حرفای نامربوط نابجا همراه بوده که آخر کار تحقیق رو هم رسونده به یه عقیده، یعنی واقعا مطالعه‌ای به اون صورت نگفته، مگر اینکه شما با یه واقعیاتی رو برو بشید که طرف نتونه اونو نفی و انکار کنه. یعنی شما بگید این نظام کپیتالیستی است،
با این عیب و ایراداش و سر این توافق کنید، یا این نظام مارکسیستی با این عیب و ایراداش، حالا چرا تو جانبدار همچین نظریه و تئوری هستی؟ تازه اگر آدم منصفی نباشه، درست مثل بسیاری از ما که میگیم این نوع سالمش نیست و نوع کاملش نیست و نوع خوبش نیست و نمیدونم مارکس با مارکسیسم متفاوت و نمیدونم بودایی با بودا متفاوت، از این برخ از اوقات واقعا حرفای نامربوط و توجیهاتی که اصلا جایی نداره، برای که وقتی تاریخ رو میبینید و زندگی ها رو میبینید دیگه نمیتونید حکمی خلاف اون بکنید. متاسفانه اونا به اونجا وقتی میرسه من و شما جواب مشخص و معینی نداریم و تازه جواب بر فرض که داده بشه قابل قبول نیست. عرض من فرض کنید به عنوان کسی که کمی با مسائل پرورش و تعلیم تربیت آشناست، حتی ظرائف و نکاتی در اینجا وجود داره اینقدر ظریف و دقیق که یه ذره انحراف از اون درست مثل حواس پرتی روی فرض کنید پشت فرمون منجر به مرگ و نابودی میشه و خیلی از اوقات بوده که افراد به یک دلیل، مثلا فرض کنید من مریض چندی قبل مراجعه کردم که مراجعش فقط یه صحبت، این فقط در دوره کود 8-9 سالگیش رابطه جنسی پدر با مادر رو دیده بود و به خاطر اون به هم ریخته بود، یعنی یه حادثه. و بنابراین مسائلی از این قبیل وقتی که از نظر علمی میشناسیم اینه که شما بیایید یه شرایطی رو درست کنیم تا تازه با مخالفت ها، چون یادتون باشه یه کسی مثل استالی اون آزادی و آزادگی رو نداره که میگه خب اینم یه نوع زندگی است، حالا من اگر دوست ندارم و درسته میدونم این عقیده منه، بسیاری مخالفت میکنن، گوشه میزنن، کنایه میزنن، توهین میکنن، تحقیر میکنن، خب اینها رو بچه‌ها حس و احساس میکنن و اینا چیزی نیست که شما بتونید پنهانش کنید یا خود اونا. من بسیار از اوقات پدر مادرای خوب و عزیز ایرانی گفتن بچه‌هامون مثلا میگن ما رو مثلا 100 متر 50 متر این ورتر از مدرسه‌مون پیاده کن، یا لطفاً فارسی حرف نزن، یا لطفاً انگلیسی حرف نزن، چون ما از فارسی حرف زدن تو یا انگلیسی حرف زدن تو خجالت بکش. بچه به همین سادگی، مادرش هم دوست داره، پدرش هم دوست داره، با زبون و فرهنگ هم مسئله نداره، ولی خب وقتی من زبون باز میکنم انگلیسی حرف میزنم بچه‌م شرمنده میشه دیگه، مثل حتی تو بزرگسالی میشه، حتی قیافه‌هاشون نمیشه به راحتی میشه این جوری. فبنابراین خب در یه چنین شرایطی که بچه‌ها اینقدر حساسن که من و شما یه لغت رو، اون اصلا ما یه کس دیگه است، ما قرار نیست، من همیشه عرض کردم وقتی به من برمیگردن میگن مثلا این امریکایی این انگلیسی اینجوری درستی، میگم خب این امریکایی راست میگن فارسی حرف بزن، راست میگن فقط میگن قورباغه، یعنی میدونید وقتی که اینو عیب هم اصلا نمیبینم که دکتر مراحلی که بین دو تا آدم، بین یک زن و مرد اتفاق میفته تا این رابطه رو ما عشق بنامیم، درست؟ از شروع آشنایی تا رسیدن به عشق و ازدواج، این مراحل به خصوص مرحله‌ای که به عشق میرسه، این حالت بین دو تا گی یا دو تا لزبیان با یک زوج طبیعی چه تفاوتایی داره؟ نمیدونم. برای که در این باره هم هر اصلا خوندن نفهمیدم. خیلی واضحه بخوام. این نوع رابطه دو تا مرد یا دو تا زن رو میشه نام عشق بهش گذاشت؟ نمیدونم. از نظر من با تعریف من که ریشه در نه. به همین جرس وقتی میگن ما همدیگر رو دوست داریم، به عاشق همین، من میپذیرم. برای اینکه دلیلی برای رد و نفیش ندارم. به من میگید با پایه‌های ذهنی و فکری که داری برات قابل قبول، میگم نه، ولی اگر اونا مدعیان من کی هستم که بگم نه؟ میدونید در این گونه موارد یه مقدار جانب احتیاط رو باید رعایت کرد. بعدم با فرض اینکه حتی نظر من یا شما درست یا غلط باشه، فرقی در بسیاری از این ماجراها نمی‌کنه. به همین دلیله که من همیشه در این گفتگوها که رو خط رادیو تلویزیون داشتم گفتم در حالی که من ممکنه عقیده و نظری داشته باشم یا حتی ممکنه یه توجهی به دنیای علم و عقل و واقعیت به حساب خودم داشته باشم، ولی مفهوم آزادگی همینه که من مقدار کمی از دنیا رو خوب و بد یا درست و غلط میدونم، بقیه‌اش رو تفاوت میدونم و اونو میبرم به حریم تفاوت و باش راحتم. بنابراین همطور که لباس من و شما با هم متفاوته، در این گونه موارد معتقدم واقعا میشه این ترجیح رو اونجا دید و راحت بود. چرا؟ برای که جدال ما به جایی نمیرسه. حتی شما بیاید واقعیتی رو
روزی که به شما میگن یه نخ سیگار 7 دقیقه تا 9 دقیقه عمر شما رو کم میکنه، 7 تا 9 دقیقه، شما هنوز چند صد میلیون نفر آدم رو میبینید که با ناراحتی و نارضایتی از کشیدن سیگار میکشه. برای حتی یه فکت و یه واقعیت رو، یا مواد مخدر رو، یا حتی دست به خطاها و اشتباه رو، بنابراین دانستن ما مشکل و مسئله رو حل نمی کنه. یه مقدار پشت این دانسته ها انسان نشسته و نیازها و انگیزه ها و جدول ترجیحات و نگاه به جهان و به زمان و وقت و اینا عامل تعیین کننده هستن. به همجاست که درگیر این گفتگوام در حدی میشم که هدف بیان عقیده و نظره، ولی در جهت جدال و بحث ابدا. بنابراین اگر یک کسی به من بگه که عشق میان دو همجنسگرا برتر و بالاتر از عشق میان زن و مرده، میگم شاید، من چه میدونم. و بعدم چون برخی از اوقات میدونید اگرم، چون خطری که داره جناب فروزنده اینه که علاوه بر این که اثبات این مسائل از نظر علمی جای گفتگو داره، بعدن شما در حقیقت عقیدتون رو به عنوان واقعیت دارید در میارید و اون وقت است که در خطر. ما به اندازه کافی واقعیاتی داریم که باید با هم درش توافق کنیم و خاطر اون آسوده باشه که در اون واقعیات به یه جایی میرسیم و در نتیجه به مرگ و نابودی همدیگه دست نمیزنیم، چیزی که در دنیای ما فراونه. به همین جهت است که در جدول ترجیحات من، اگه به من بگید 100 تا مشکل بشریت رو بگو، اگر قرار باشه من این ماجراها رو اون یکی 99 و 98 میبینم و بنابراین اهمیتم به درست و غلط و خوب و بدش هم نمیده. دکتر بیشتر از 4 دقیقه وقت نداریم، ولی دو تا پرسش دارم میخوام مطرح کنم. اگر عشق اینقدر اهمیت داره، چرا و شما در مراحل سنین ابتدایی، طفولیت، کودکی، اینها رو دارید بیان می‌فرمایید، چرا در نظام‌های آموزشی آموختن عشق، آماده ساختن انسان برای عشق ورزی و مفهوم عشق جایی نداره؟ بسیار باعث تأسف و تعجب حتی، ولی علتش این است که آنچه که امروز در محیط‌های آموزشی داده میشه ساخته و پرداخته مدت‌ها قبله و بدون آگاهیه. این حرفی که شما میزنید فکر کنم یه دفعه دیگه هم خدمتتون عرض کردم، ما ظرف 2500 سال در خصوص انسان اونقدر آگاهی به دست نیاوردیم. امروز سقراط و افلاطون و ارسطو میتونن استادای خوب دانشگاه باشن، ولی اوکلیدوس رو نمیدونم عرض کنم که دموکریت و بقیه این آدما متخصص فیزیک و ریاضی نخواهند. دقیقاً مسئله این است که ما از به همه چیز توجه کردیم جز خودمون، و متاسفانه بندم بارها عرض کردم هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه: یکی 8 سال اول کودکی درست بشه که ماها از پا در نیاییم، و دوم عقل یا به دقت خرد اساس رفتار انسان در بزرگسالی نباشه. ما از هر دو خالی هستیم. امروز جهان قلمرو اوباشه. امروز سوداگران زر و زور و زر به دلیل منافع برخی از اوقات کثیف محدود مادی خودشون دنیا رو با آتش کشیدند و میکشند. بنابراین ما در دنیایی زندگی میکنیم که ابدا عقل و خرد جایی نداره و کودکی آسیب دیده ما اجازه دوستی و نزدیکی و آشنایی رو به ما نمیده، و متاسفانه تخم کینه و دشمنی رو که با خودش وحشت، افسردگی و خشم میاره رو میکنیم. این اشکال کاری. روزی که من به یه بچه‌ای گفتم اون آدم بده و پدران تو رو کشته یا تو رو میکشه، در این آدم استراب رو وجود میاریم، افسردگی رو وجود میاریم و عصبانیت. من نمیدونم حالا وجود من به عنوان یه فرزند اگر پر از وحشت و غم و اندوه، ترس باشه و استراب باشه و خشم باشه چه فایده‌ای داره؟ چرا؟ برای که اینقدر خودخواهیم که میخوایم یه باوری رو که به دلیل اینکه قد حساسیم نشون میده هیچ دلیلی هم برای حقانیت و درستیش نداریم رو به نوعی به کرسی بنشونیم. و اینجاست که اینکه شما دشمنتون رو بخواید بکشید من میتونم بفهمم، ولی اینکه فرزندتون رو بخواید بکشید نمیفهمم. اونجا دکتر یه بینندگان از من میخوان که وقتی خطای تلفن رو باز کنم که اگر پرسش دارن از شما مطرح کنن. انشالله در آینده این کار میکنیم با اجازه دکتر، ولی یک بیننده سوالی رو مطرح کردن که حتما لازم می‌دونم مطرح کنم و میپرسن صحبتایی که شما میکنید
آیا شما کتابی دارید به زبان انگلیسی که اینها توش باشه یا راهنمایی میتونید بکنید؟ دو، اینکه به زبان فارسی چه کتابایی رو دارید که بتونن استفاده کنن؟ ظاهرا شما تمام اینها رو به صورت های سی دی دارید، جز کتاب جامعه بازتون، درسته؟ در دو جلد جامعه امروز. این تمام این مجموعه بحثایی هست. فرض کنید ببینید فان یه عزیزی که استاد دانشگاه سان فرانسیسکو بودن، با دو نفر دیگه اون کتاب گراند تیوری رو عشق دارن، فوق العاده مطالب، یعنی تو این زمینه کار شده و متخصصین دیگه تئوری عشق. بله، مثلا بحث کتاب سخت و سنگینیه. ترجمهش کردن دکتر، ولی ترجمهش ویرستاری نشده. نمیدونم، ولی انگلیسیش هم بسیار مشکله. یعنی این سه تا استاد برجسته معلومه که بلد، گرفتار یه ظرافت و دقتی بودند که به راحتی نتونستن اون رو به زبان عادی و عامی در بیارن، و بهم میگه که به نظر من مترجمم گیر افتاده. همونطور که میفرمایید، برخی از اوقات وقتی شما میخونیدش یه مقداری باید کوشش کنید بفهمیدش و بعد احتمالاً خیال خودتون رو به عنوان فهم میگیرید، برای که با واقعیت اساساً تو مثل همیشه سپاسگزارم.